کمتر کسی به خاطر میاره کجا و کی رسمی ترین نشان وجودی خودش رو انتخاب کرده اما مردم اکثرا به خاطر میارن که مهمترین امضایی که کردید چی بوده تا رو چند بار امضا کردید مثلا خیلی امضا کردم مهمترین امضا هم س... امضایی بوده که ازدواج سند ازدواج رو با خانم امضا کردم و بهترین امضایی است که در زندگی دارم چند سال قبل بود در حدود 50 سال قبل مهمترین امضا امضایی بود که پای گواهی پایان دوره روساییا میدادم که اینا کارو یاد گرفتم. اون برای من خیلی شیرین بود ازدواج خاطر خوشی که دارید بله میگه میشه نداشته باشه روز تاس و آشورا برای زیارت حضرت روغگی میخواستم برم یعنی زیباترین و بهترین امضایی بود که هیچ فراموش نمی امضا مهمترین امضایی که کردی تو زندگی تو بود دیگه ازدواج کردیم ازدواج بوده خونه بوده خرید خونه بوده استخدامی بوده برای بچه بوده شناسنامه گرفتن مکه رفتن عروسی و بانک تو بانک هر, هر. هر موقعیت ویژه از زندگی با امضا همراه از تولد تا مرگ گاهی این امضا از طرف یک فرد و گاهی از طرف جمعه در حرکت های نمادین برای تقاضا توماری از امضا جمع می شخصیت‌های شخصیت های سیاسی و اقتصادی از طرف یک ملت امضا می امضا گاهی با مهر امضا همراه میشه امضای بنیانگذار انقلاب اسلامی رو حتما به خاطر میارید البته مهر انگشتری ایشون شاید بیشتر برای مردم آشنا باشه این امضا مرا به یاد جمله از دکتر علی شریعتی میندازه من به عنوان کسی که رشته کارش تاریخ و مسائل اجتماعی است ادعا می کنم که در تمام این دو قرن گذشته در زیر هیچ قرارداد استعماری امضای یک آخوند نجف رفته نیست امضا در خارج از کشور همون نگارش اسم و فامیل با دستخط طرفه اما در کشور ما امضا علاوه بر اسم خطی در هم و بر همه امضا یعنی من متحد میشم یا مسئولیت میپذیرم بعضی جاها برای اطمینان از شما میخوان که دو بار امضا کنید در طول تاریخ گاهی این امضا ملت رو متحد به قراردادهای سنگین و گاهی ننگینی کرده که تاثیر اون تا مدت بر شانه یک ملت باقی موده. البته گاهی پیدا میشن افرادی هم که امضای قراردادهای ما قبل خودش رو زیر پا گذاشتن. چی بود امضایی که پشمو شدی؟ والا امضا برای کردیم وام گرفت دیگه ورشی که صف به امید خدا. این آدم ما اخ... اه... کاغذ سفید امضا کردیم بعدا زمان دیدیم با خود او نیرنگ وچه بود یه چیزای پر کرده بود این هم یکی از امضاهایی که ناراحت کننده است برد. چه جوری امضاتون رو انتخاب کردید یعنی شکل و رو خود به خود یهو تشکیل شد ناخواسته از نوجوانی احتمال بله تو نوجوانی انتخاب کردید الانم نوجوان هستم <تصحاب> <تصحاب> بله متشکرم چند سالتون شما من 72 دو سلط. برخی میگن خطوط عمودی نشانه لجاجت و پافشاری، افقی نشانه نظم، خطوط پیچیده نشانه شکاک بودن طرفه. البته اینها هیچ کدوم از جنبه علمی ثابت نشده. بسیاری امضای اشخاص مهم رو در کنار عکسشون جمعآوری میکنن و اون رو قدر میدونن. قدیمی ترها به رسم ادب و تواضع با عنوان این حقیر و کوچک امضا میکردند. اما امروز نام شما و همون خط کج و موج کفایت میکنه. این دست خط کوچک به اندازه عملکرد شما اهمیت داره و میتونه تعهدی باشه که خدای نکرده اگر جدی گرفته نشه گاه عواقب ناگواری داشته باشه خب همه اینا رو گفتیم تا بگیم امضا هویت شماست